اگه بخواین از بین گلکسی S23 FE یا نوت 13 پرو پلاس یکی رو انتخاب کنید، انتخاب شما کدومه؟ یه طرف محصول جدید سری FE گلکسی S سامسونگ با شاسی فلزی و پردازنده سری 8 کوالکام، و اون طرف یه گوشی متفاوت از خانواده ردمی نوت شرکت شیائومی قرار گرفته که با دوربین 200 مگاپیکسلی، شارژر 120 واتی و صفحه نمایش با لبه‌های خمیده متفاوت عمل کرده. سلام دوستان، من آرش افراسیابی هستم از سایت موبایل داتا. یارو تو بررسی نوبت قرار دو گوشی تقریبا هم قیمت، یعنی گلکسی S23 FE و ردمی نوت 13 پرو پلاس از شرکت شیائومی رو با هم مقایسه کنیم. بریم با هم مراحل مختلف این مقایسه رو ببینیم. S23 FE با یه طراحی باکسی شکل مکعبی ارائه میشه و نوار ضخیم پیرامونیش هم فلزیه. اجزای دور تا دور گوشی تقریبا مثل قبل و فقط اسلات سیم کارت از پایین به بالا منتقل شده. شیشه گوریلا گلاس 5 بخش پشتی براق و جاذب اثر انگشت، اما کنارهای هر دو طرف دستگاه تخت و صاف و بدون خمیدگی طراحی شدن. طراحی نوت 13 پرو پلاس کاملا متفاوته و نه تنها لبه‌های صفحه نمایش و کاور پشتی خمیدن، بلکه فریم پلاستیکی پیرامونی هم کاملا نازک‌تر و باریک‌تره. پلاستیک بخش پشتی ظاهر چرمی جذابی داره و طراحی چهار رنگ و لنزهای بزرگ دوربین ظاهر چشمگیری بهش داده. هر دوتا گوشی هم استاندارد مقاومت IP68 دارن. با اینکه تو نگاه اول ضخامت نوت 13 پرو پلاس خیلی کمتر از رقیبش به نظر میاد، اما تو واقعیت S23 FE 8.5 میلیمتر نازکتر و ارتفاعش هم 3.4 میلیمتر کمتره. S23 FE هم گوشی عریضتری و یه چیزی نزدیک به 2.3 میلیمتر عرض بیشتری نسبت به نوت 13 پرو پلاس داره. وزن نوت 13 پرو پلاس نزدیک به 200 گرمه، اما S23 FE با وجود صفحه نمایش کوچکتر و باتری ضعیفتر گوشی سنگینتری و نزدیک به 10 گرم با حریفش اختلاف داره. نوت 13 پرو پلاس با یه صفحه نمایش 6.67 اینچی OLED با شیشه گوریلا گلاس ویکتوس ارائه میشه و از HDR10 پلاس و دالبی ویژن هم پشتیبانی میکنه. S23 FE هم یه صفحه نمایش AMOLED 6.4 اینچی با تراکم کمتر داره که از HDR10 پلاس پشتیبانی میکنه، اما شیشه محافظش از نوع قدیمی گوریلا گلاس 5 انتخاب شده. همونطور که از یک گوشی غیر پرچمدار میشه انتظار داشت، دقت رنگ صفحه نمایش نوت 13 پرو پلاس تو حالت پیشفرض ویوید خیلی بالا نیست، اما میشه با انتخاب گزینه‌های P3 یا sRGB و تغییر دستی اشباع رنگ‌های اصلی به نتایج بهتری رسید. اوضاع برای رقیب سامسونگی هم تفاوت بزرگی نداره و اینجا هم طبق رویه همیشگی سامسونگ رنگ‌های جذاب و شاداب و البته کاملا غیر دقیق و اغراق شده‌ای ارائه میشه که بازم امکان تغییر و تنظیم دستی اونا تو منوی تنظیمات صفحه نمایش فراهمه. میزان روشنایی صفحه نمایش این دو مدل کاملا به هم نزدیک و شاید تو بعضی شرایط برتری تا حدودی با نوت 13 پرو پلاس باشه. با این وجود هر دو تو شرایط نوری مختلف خانه‌ای بالایی ارائه میکنن و حداقل روشناییشون تو محیط‌های تاریک هم قابل قبوله. زیر نور خورشید هر دو پنل کیفیت بالایی دارن، هرچند کفه ترازو یه مقدار به سمت حریف سامسونگی سنگین‌تره. نرخ رفرش پیشفرض صفحه نمایش تو هر دو تا گوشی 120 هرتز، اما تو S23 FE کافیه چند لحظه صفحه نمایش رو لمس نکنید تا نرخ رفرش به 60 هرتز کاهش پیدا کنه و محض لمس دوباره به 120 هرتز تبدیل بشه. تو نوت 13 پرو پلاس اما نرخ 120 هرتزی ثابت و بدون توجه به لمس کردن یا نکردن صفحه نمایش 120 هرتز باقی میمونه. S23 FE موقع نمایش عکس ثابت یا ویدیو هم به 60 هرتز سویچ میکنه و با اولین لمس صفحه نمایش به 120 هرتز برمیگرده. نرخ رفرش نوت 13 پرو پلاس اما توی این حالت هم تطبیقی نیست و بازم رو 120 هرتز ثابته. دوربین اصلی S23 FE یه نمونه 50 مگاپیکسلی با لنز 1.8 مجهز به OIS با عکسای پیشفرض 12 مگاپیکسلی و دوربین 12 مگاپیکسلی تلفوتو هم عکسای معادل 2 برابر زوم اپتیکال میگیره. دوربین اولترا واید فوکوس خودکار نداره و با اینکه 8 مگاپیکسلیه اما عکساش به 12 مگاپیکسل آپ اسکیل میشن. دوربین 200 مگاپیکسلی نوت 13 پرو پلاس پیکسل‌های بزرگتری داره و دیافراگم لنز OIS اونم دو پله بازتره. دوربین 8 مگاپیکسلی اولترا واید و 2 مگاپیکسلی ماکرو گوشی اما رو کاغذ بیشتر جنبه تزئینی دارن. عکسای روز دوربین اصلی هر دو گوشی با کیفیت قابل قبولن، اما S23 FE تو جزئیات و کنتراست شرایط بهتری داره.
اختلاف جزئیات و کنتراست توی سوژه پیچیده تر بیشتر به چشم میاد و برتری هنوز با حریف سامسونگیه. تو نور کمتری این اختلاف ها حتی با چشم غیر مسلح هم میشه دید و S23 FE تو زمینه رنگ هم برتری داره. اختلاف بین دوربین های اولتراواید گوشی کاملا زیاد و S23 FE به خصوص تو جزئیات با اختلاف حریفش رو جا میذاره. دوربین اولتراواید S23 FE علاوه بر جزئیات بالاتر طیف دینامیکی وسیع تری هم داره و کنتراستش هم بهتره. دوربین اولتراواید S23 FE زاویه دید بازتری هم داره و بخشای بزرگتری از سوژه رو به تصویر میکشه. جزئیات دوربین تلفوتوی S23 FE در مقایسه با تصویر زوم شده دوربین اصلی نوت 13 پرو پلاس برتری بیچون و چرایی داره و کیفیت رنگ و جزئیات ریز عکس جایی برای خودنمایی تصویر زوم شده نوت 13 پرو پلاس باقی نمیذاره. دوربین اصلی نوت 13 پرو پلاس سنسور بزرگتر دیافراگم لنز به بازتری داره و عکسای اتوماتیک شب بهتری رو برداشت میکنه. حالت شب S23 FE نور بیشتری رو به صحنه وارد میکنه اما هنوز از لحاظ جزئیات برتری کامل با نوت 13 پرو پلاسه. تو حالت اتوماتیک توی سوژه تاریکتر هنوز برتری کامل با نوت 13 پرو پلاس و سنسور بزرگترشه. بازم مثل قبل نور حالت شب دوربین S23 FE بهتره اما جزئیات حریفش بیشتر و دقت رنگ بالاتری هم داره. عکسای اتوماتیک دوربینای اولتراواید هیچ کدوم از گوشی‌ها تو شب فوق‌العاده نیست اما S23 FE نتیجه بهتری رو ثبت می‌کنه. جزئیات عکسای حالت شب دوربین اولتراواید S23 FE از رقیبش بالاتر و تفکیک سوژه‌ها رو با کیفیت بالاتری انجام میده. عکسای اتوماتیک دوربین اولتراواید نوت 13 پرو پلاس تو شب نویز بیشتری دارن و تو کناره‌ها جزئیات کمتری ارائه می‌کنن. رو همین سوژه اگه حالت شب رو اعمال کنیم بازم برتری با S23 FE ولی هیچ کدوم ایدئال نیستن و کیفیت بالایی ندارن. کیفیت ویدیوهای 4K 60 فریمی دوربین اصلی S23 FE کاملا بالاست و رنگای جذاب و جزئیات زیادی ارائه میکنن و لرزش چندانی هم توشون حس نمیشه. تو نرخ 30 فریمی همین وضوح یه مقدار اشباع رنگ کمتره اما هنوز جزئیات بالاست و از کیفیت لرزگیری هم میشه کاملا راضی بود. ویدیوهای 4K 30 فریمی نوت 13 پرو پلاس رنگای دقیق تر اما جزئیات کمتری دارن و لرزش های دست بیشتر توشون حس میشه. ویدیوهای 4K دوربین اولتراواید S23 FE جزئیات پایین و اشباع رنگ بالایی دارن اما در عوض حرکتشون کاملا روون و بدون لرزشه. ویدیوهای 4K دوربین اولتراواید نوت 13 پرو پلاس هم تقریبا همین شرایطو دارن با این تفاوت که اشباعشون کمتر و تصویر تو کناره‌های کادرشون یه مقدار مبهمه. نوت 13 پرو پلاس با یه دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی با F2.4 ارائه میشه و S23 FE هم یه دوربین 10 مگاپیکسلی سلفی با همین میزان گشودگی دیافراگم داره. هیچ کدوم این دوربینا فوکوس خودکار ندارن ولی دوربین سامسونگ میتونه با وضوح 4K فیلم برداری کنه. عکس سلفی دوربین شیائومی خوشاب و رنگ‌تر با کنتراست بالاتر اما S23 FE تو عمل جزئیات بالاتری رو ثبت میکنه. سامسونگ تو S23 FE برخلاف مدل‌های قبلی این خانواده از پردازنده متفاوتی نسبت به سری S23 اصلی استفاده کرده و پردازش تو نسخه گلوبال این گوشی رو به عهده پروسسور 4 نانومتری اگزینوس 2200 گذاشته. تو این پروسسور یه هسته کورتکس X2 و 3 تا هسته کورتکس A710 استفاده شده و گرافیکش هم سامسونگ با همکاری AMD ساخته. رم گوشی 8 گیگابایت از نوع LPDDR5 و 128 یا 256 گیگ حافظه UFS 3.1 داره. پردازنده دیمنسیتی 7200 نوت 13 پرو پلاس با اینکه مثل رقیبش 4 نانومتریه اما فقط دو تا هسته قوی تر A715 داره و 6 تا هسته دیگه همه از نوع A510 هن. گرافیک مالی جی 610 این چیپست هم 4 هسته ای و رو کاغذ نسبت به گرافیک S23 FE ضعیف تره. نسخه گلوبال این گوشی 8 یا 12 گیگابایت رم LPDDR5 داره اما نسخه چین در اختیار ما با رم 16 گیگابایتی ارائه شده. حافظه داخلی هم 256 یا 512 گیگ از نوع UFS 3.1. تو تست آنتوتو نسخه نو S23 FE با تکهسته قوی تر کورتکس X2 و گرافیک پیشرفته تر به راحتی از رقیبش فاصله میگیره اما نوت 13 پرو پلاس هم با دو هسته جدید A715 و رم بالاتر حریف دست و پا بسته نیست و علاوه بر ثبت امتیازی بالاتر از سطح میانی نزدیک 7 درجه هم از حریفش خنک تره. S23 FE به لطف تک هسته قدرتمند کورتکس X2 اختلاف سطح بزرگی رو تو تست پردازشی گیکبنچ 6 ایجاد میکنه و در حالی که رقیبش تو سطح میانی باقی میمونه خودش تا حدی به رده پرچمدارا نزدیک میشه. نوت 13 پرو پلاس تو ثبات گرافیکی کاملا برتره و تو ثبات پردازشی هم با اینکه برتریشو حفظ میکنه اما اختلافشون کمتره.
با اینکه S23 FE نسبت به S21 FE قبلی این کلاس گوشی کاملا سنگین تریه، اما سامسونگ تغییری تو ظرفیت باتری این گوشی نداد و بازم از همون باتری 4500 میلی آمپر ساعتی قبلی استفاده کرده. پردازنده کم مصرف اگزینوس 2200 و تطبیقی بودن نسبی نرخ رفرش صفحه نمایش تو بهبود دوام و باتری موثرن، اما هنوز توان باتری یکی از نقطه ضعف‌های مهم S23 FE به حساب میاد و احتمالاً تو پایان هر روز باید باتری گوشی رو شارژ کرد. نوت 13 پرو پلاس با یه باتری حجم 5000 میلی آمپر ساعتی ارائه میشه که با حضور یه پروسسور کم مصرف 4 نانومتری انتظار دوام بالایی ازش میره و تو دنیای واقعی هم توی استفاده متوسط رو به بالا با یه بار شارژ میشه تا اواسط روز دوم هم بهش تکیه کرد. دوام این باتری به دلیل تطبیقی نبودن سرعت به روز رسانی صفحه نمایش تو رفرش های 60 هرتز و 120 هرتز اختلاف زیادی داره و با کاهش اون به 60 هرتز دوام کاملا بالاتری به دست میاریم. نوت 13 پرو پلاس با شارژر سریع 120 واتی ارائه میشه که 28 دقیقه ای شارژ باتری رو از 2% به 100% میرسونه، اما شارژر فقط 25 واتی S23 FE تو جعبه نیست و به 67 دقیقه زمان برای شارژ نیاز داره. S23 FE در حال حاضر به رابط کاربری جدید وان یو آی 6 سامسونگ و سیستم عامل اندروید 14 آپدیت شده و حداقل 3 تا آپدیت بعدی اندروید هم براش ارائه میشه. منوی نوتیفیکیشن بالای صفحه نمایش یکی از قسمت‌های جدید این رابطه کاربریه که به 5 بخش تقسیم شده و تاگل‌های منتقل شده به مرکز و چند آیکون مجزا هم توش دیده میشن. منوی تنظیمات تغییر چندانی نکرده و منوی جانبی اج پنلز هم سر جای خودشه. منوی اصلی کاملا خلوت و تعداد اپ‌های اضافی انگشت شماره. نوت 13 پرو پلاس با سیستم عامل اندروید 13 ارائه میشه و رابط کاربریش هم با اینکه از نوع میوهای 14 اما شیائومی قول داده تا اونو به زودی به پوسته جدید هایپر او اس این کمپانی آپدیت کنه. نسخه چینی این گوشی کلکسیونی از بلاتفرها و اپلیکیشن های اضافه است که البته اکثرشون رو میشه آن اینستال کرد. ظاهر امکانات بقیه قسمت‌های گوشی از جمله نوتیفیکیشن شید و منوی تنظیمات همونیه که قبلا هم دیدیم و این وسط به تغییر خاص و بزرگی نمیشه اشاره کرد. خب اینم از مقایسه جذاب گلکسی S23 FE با Redmi Note 13 Pro Plus که هر کدوم تو بعضی از قسمت‌ها به حریفش برتری داره و انتخاب یکی از این دو مدل بستگی مستقیم به نیازهای شما داره. Redmi Note 13 Pro Plus در طراحی شکل ظاهری موفق‌تر، صفحه نمایش خمیدش با شیشه گوریلا گلاس ویکتوس جذابیت بیشتری داره، باتریش قوی‌تر و شارژر 120 واتیش هم درون جعبه است. S23 FE اما با شاسی فلزی، پردازنده سری 8 کوالکام و دوربین اصلیش جلب توجه میکنه و شارژر بیسیمش هم تو کمتر میان رده تو این قیمت پیدا میشه. انتخاب شما از بین این دوتا مدل کدومه؟ نظراتتون رو تو کامنت با ما در میون بذارید. ممنون از همراهیتون، به امید دیدار.